در داستان فتح مکه داریم، وقتی حضرت وارد بر مکه میشن و اون فتح انجام میشه بدون هر گونه خونریزی و آمرزش از طرف پیغمبر، همونطور که جناب یوسف برای برادران خودش داشت که لا تسریب علیکم الیوم، پیغمبر که همه رو بخشیدن. بعد وقتی که غروب میشه حضرت تو مکه هستن، دونه دونه افراد میاد به حضرت تعارف میکنن که آقا بیاین خونه ما، چون خونه خود پیغمبر رو خراب کرده بودن. پیغمبر دعوت هیچ کدوم از اینها رو نمیپذیرن. میبینن که حضرت شروع میکنن راه میگیرن، میرن کم کم از شهر خارج میشن، میرن به اون منطقه هجوم که محل به قول معروف قبرستان جناب قبرستان هجوم بله قبرستان حضرت ابو طالب. و حضرت داریم که میرن بالا سر قبر حضرت خدیجه و اون سه روزی که در مکه اتراق داشتن چادر میزنن و در کنار قبر حضرت خدیجه هستن. یعنی نهایت این لطافت، آقا ما همه قدرت شیعه به این لطافت، به این رقت قلبه، دوستیه که پیغمبر اکرم به عنوان فرستاده الهی، به عنوان اشرف مخلوقات نسبت به همسر نازنین خودشون که فقط هم در مورد حضرت خدیجه ما همچین نقل داریم، در مورد هیچ کدوم از دیگران نه، پیغمبر یک چنین ارادت ورزی نسبت به حضرت خدیجه و یک همچین قدردانی و نسبت به حضرت خدیجه سلام الله علیها داشت. مثلا کسی میخواد پیغمبر رو خوشحال کنه، یک کاری برای حضرت خدیجه انجام بده که قطعاً